بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان عزیز، دعا می کنم که الله جل جلاله و عبادات همه ما را قبول کنه و بهشت و نصیب ما کنه، آمین. تصور کنید که شما خدای نخواسته دچار انحراف شدید و دزدی کردید، دستگیر شدید و به زندان افتادید. دزدی هم مسلحانه بوده مثال، و برای شما 30 سال زندان نوشتن. ناگهان امر میاد که شما بخشیده شدی و میتونی از زندان بری بیرون. چقدر خوشحال خواهی شد و چطور یک زندگی جدید رو شروع خواهی کرد. تصور کنید که شما شب امتحانه و چیزی آماده نکردی، فردا میری امتحان میدی و خوب نمی نویسی و خودت میدونی که امتحانت خوب نشده، ولی بعد از اینکه نتایج امتحانی رو اعلام میکنن شما رو میخوان، میگن که اگر به شما فرصت دیگه ای میدیم که میتونید هفته دیگه بیای امتحان بده. تمام چقدر خوشحال خواهید شد. چنین فرصت هایی رو اگر در کشوری باشه واقعا اون کشور بهشته. ما در سرزمین الله جل جلاله زندگی میکنیم. زمین الله است، فرمانده الله است و قوانین او بر جهان حاکم است، هرچند که چیزهای نامحسوس است. ما در زندان گناهان خود هستیم و به خاطر همین گناهان زندان مجازات میشیم، ولی چون که گاهن نامحسوس ما متوجه نیستیم، گاهن محسوس میشه. مثال اگر شما به ناموس دیگری نظر سو کنی، به همون بر سر ناموس خودت میاد میبینی. اینا چیزایی است که خیلی سریع اتفاق میفته. یا والدین رو ناراضی کنی، خیلی سریع اتفاق میفته که همون بلا سر به اصطلاح میبینی مجازاتش رو. ولی عموما خیلی ها رو ما متوجه نیستیم، بلکه ما و شما که مؤمن هستیم میدونیم که الله جل جلاله گناه رو، مثل اینکه آدم مریض میشه که حتما اذیت میبینی. گناه هم یه جور مرضه و بدن انسان رو، روح انسان رو آزار میده و دواش استغفار هست. خوبی زندان الله با زندان بشر این است که زندان بشر اگه یک دفعه ببخشه که نمیبخشم، زندان الله 1000 بار میبخشه. شما دو جالبی که کلید این زندان هم به دست خودته، به راحتی میتونی با استغفار از زندان بیای بیرون. یعنی استغفار کلید خوشبختی است به یک معنی، کلید خوشبختی هست به یک معنی. و همه پیامبرها اولین دستورشون به قومشون همین بود. حضرت نوح به قومش میگه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید پیش پروردگار خود، او بخشنده است و آمرزنده است. همه پیامبرا این رو انجام میدادند. و کسی که استغفار کنه همونطور گفتم از زندان میاد بیرون و مجازات نمیشه. بیماری ما از گناه ماست و دواش استغفار هست. دوستی به من میگفت که تجربه عمر من هستش که هر وقت من گناه کردم و توبه کردم، استغفار کردم، مجازات نشدم، یعنی از زندان اومدم بیرون، و هر وقت که چنین کاری رو نکردم حتما مجازات شدم. اما در اینجا شیطان دخالت میکنه و چند مشکل ایجاد میکنه. اول این است، میگه آقا طوری تصور برای انسان درست میکنه که هیچ ممکن نیست آدمی گناه کنه، باید آدم گناه نکنه، در حالی که اگر کسی به شما گفت که من گناه نکردم دروغگوئه. اگر بگیم که اون دروغگو نیست، زبانم لال خاکم بدهم، باید بگیم که پیامبر ما راست نگفته، چون که ایشون فرمودند که همه بنده های آدم، همه اولاد آدم خطاکار هستند، هیچ کس استثناء نکردن، و بهترین خطاکارا اونایی هستند که توبه کننده هستند، بلکه از این بیشتر داره پیامبر ما. که یعنی اگه کسی بگه من گذشته گناه نکردم دروغ میگه، و بگه من در آینده هم گناه نمیکنم بازم دروغ میگه. ناممکن است که انسان گناه نکنه. چارش این است که انسان توبه کنه
و حضرت از این بالاتر ما داریم که حضرت ابو هریره از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی روایت میکنه که ظاهرا بعضیا نمیتونن به راحتی قبولش کنن و حدیث در صحیح مسلمه، نمیتونی هم ردش کنی. حدیث این است که حضرت پیامبر فرمودن که والذی نفسی بیده، قسم که میخوردن میگفتن والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دستش اوست، لو لم تذنبوا، اگر شما میگه گناه نکنید خداوند شما رو میبره و قوم میاره که گناه کنند و توبه کنند تا اونا رو ببخشه. پس یعنی از مسلمات است. پس وسوسه شیطان رو نخورید که من چرا گناه کردم، پس من آدم نیستم، من دیگه تمامم، همچین چیزی نیست. هر انسانی گناه میکنه و انسان به چا میفته، باید خود رو بیرون بیاره. لذا این اولین وسوسه شیطانه. دوم وسوسه شیطان این است که میگه آقا گناه من خیلی بزرگه، چجوری بخشیده میشه؟ یکی اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله گناهان من خیلی داد میزد، یک عربی بود، وای از گناهانم، وای از گناهانم. پیامبر فرمود که گناهان تو از الله بزرگتره؟ گفت نه. گفت پس الله گناهان تو رو میبخشه. پس این دوم. سوم این کاری که شیطان میکنه اینه میگه که آقا خدا تو رو نمیبخشه، این کاری که تو کردی دیگه قابل بخشیدن نیست، در حالی که چنین چیزی نیست. یا میگه حالا دیگه دیر شده، من نتونستم تا حالا انجام بدم و دیگه نمیتونم. این دروغه. تا حالا روزه نگرفتی؟ از روز هشتم بگیر، از روز نهم بگیر، بازم توبت خدا قبول میکنه. قتل کرده بود، قتل که خدا نمیبخشه، ولی بازم دیدیم که فرشته های وقتی توبه کرد، فرشته های داستان مشهور است که یک نفر قتل انجام داد، 99 نفر کشت و یکی بهش گفت که برو، 100 نفر شد آخر بهش گفت برو از شهری که گناه میکنی برو بیرون، در راه مرد و فرشته های عذاب و فرشته های رحمت اومدن و فرشته های رحمت بردنش. بس معلومه که انسان حتی در بدترین درجه میتونه توبه کنه و خودش رو پاک کنه. یک وسوسه دیگه شیطان این است که میگه آقا تو که دوباره گناه میکنی چرا توبه میکنی؟ این یک اشتباهی بزرگه. بعضیا میگه آقا، میگه من نمیتونم، آقا هروئینیه، تریاکیه، سیگاریه، میگه نمیتونم من ترک کنم، چرا میگه توبه کنم؟ شما از گذشته استغفار بخوا و توبه کن. یک دو دقیقه که میتونی توبه کنی؟ میتونی یا نه؟ حتما میتونی. 5 دقیقه که میتونی توبه کنی؟ حتما میتونی. بعد از 5 دقیقه دوباره سیگار بکش. اما 5 دقیقه که توبه کردید گذشته پاک شد. شاید بگی آقا من که دوباره رجوع میکنم. تو در نیتت اینجور کن که من رجوع نمیکنم. این شیطان شما رو گول نزنه. حتی اگر عادت به یه گناه هم دارید میتونید گذشته رو پاک کنید، آینده دیگه با خداست. گذشته رو میتونید پاک کنید. و بدتر از گناه، شیطانی که ما رو در اون میندازه، ناامیدی است. خوب توجه کنید. ناامیدی از گناه بدتره. اون بدترین گناه است. یعنی شیطان شما رو در گناه میندازه، باز ناامیدت میکنه. این کار نکنید. همیشه امیدوار باشید به رحمت خدا. حدیثی است که من باید حدیث به شما نشان بدم تا باور کنید، و هم در بخاری هم در مسلم. من بارها این حدیث رو در بعضی از برنامه ها گفتم و بینندگان زنگ زدن اعتراض کردن. چرا اعتراض میکنید؟ حدیث پیغمبر ما، زبان مبارک پیغمبر ما گفته شده. حضرت ابو هریره روایت میکنه از چیزهایی که پیغمبر از خدای خود روایت کرده. یک، یعنی حدیث قدسی است، میگه بنده ای از نب عبد ذنبا، میگه یک بنده ای گناه میکنه، میگه فقال اللهم اغفر لی ذنبی، خدای گناه منو ببخش. حدیث در بخاری ها. خداوند تبارک و تعالی میگه که بنده ای من گناهی کرد و دونست که او ربی داره که میامرزه و میتونه به گناه بگیره و عذابش کنه. خب حالا این دیگه چی دیگه نگفت. ثم عاد فاذنب، بازم اون بنده ای که استغفار کرده بود دوباره میگه برگشت دوباره گناه کرد، باز گفت ای خدا جون منو ببخش. خداوند تبارک و تعالی میگه بنده ای من، دوباره تکرار میکنه، بنده ای من گناهی کرد و فهمید که او ربی داره که میبخشه و ربی داره که به گناه انسان رو عذاب میکنه، اگه بخواد عذاب میکنه، اگه بخواد میبخشه. باز برمیگرده دفعه سوم میگه که گناه کرد و باز گفت که ای خدا جان اغفر لی ذنبی، گناه منو ببخش. باز خداوند میفرماد که از نب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب، میگه بنده من زن گناهی کرد و فهمید که خدایی داره که گناه رو میبخشه و یا خود به ذنب و میگیرم به گناه که گناه کردی عذابت هم میکنه. اینجا نگاه کنید، اینجا حدیث هست. اعمل ما شئت فقط غفرت لك،
خداوند در اینجا میفرماد که هر کاری دلت خواست بکن، من تو رو بخشیدم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به این حالت هستی، به این حالت هستی که توبه میکنی گناه میکنی، چقدر دلت میخواد گناه کن، دنبالش توبه کن، من تو رو بخشیدم. این حرف اینه، حدیث قدسی است، در بخاری و در مسلم است، یعنی نیست که ده حتی در بخاری هم باشه. البته عبدالعلا یکی از راویان حدیث میگه من نمیفهمم که یادم رفته که آیا اینه در مرتبه سوم خدا گفت اعمل ما شده، یه در مرتبه چهارم، چون در حدیث اومده سه بار گفته، یعنی دفعه چهارم گفته یا سوم، یعنی به هر حال حرف معنیش این است که اگر انسان گناهی کنه و توبه کنه، باز گناه کنه، باز توبه کنه، باز گناه کنه، استغفار بطلبه، باز گناه کنه، باز استغفار بطلبه، دفعه سوم یا دفعه چهارم، الله جل جلاله میگه هر کار دلت خواست بکن، من تو رو بخشیدم. این حدیث گفتم کم سنگینه برای بعضیا. معنیش این است که اگر توبه کنی و گناه کنی توبه کنی دوباره همینطور مسلسل باشه، تو بخشیده میشی. حدیث بخاری مسلم. و این رو آیات قرآن هم چی میکنه که آیه مشهوری که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسایی که بگو به بندگان من که اسراف کردن، یعنی به خودشون ظلم کردن، چون گناه این است که آدم به خودش ظلم میکنه، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. چرا؟ ان الله، به درستی که خدا، یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این آیه قرآنه. حدیث اگه کسی قبول نداره دیگه قرآن رو باید قبول کنه. 6 بار در این آیه تأکید شده که خدا همه گناهان رو میبخشه، جمیعا. لذا باید که شیطان شما رو گول نزنه، چون شیطان میگه آقا من که 100 نفر رو کشتم، برم 100 نفر دیگه هم بکشم. چرا؟ توبه کن، در هر حالت توبه کن، توبه صادقانه طبعا، و چیزی که میتونی به اصطلاح عرضم به حضور شما که جبران کن، چیزی که میتونی. یک نکته ای که من در قرآن دیدم برای من خیلی جالب بود، میخوام بگم که یعنی وقتی توبه کردی، میگه کسی که توبه کرد مثل که کسی گناه نکرده، یعنی مثل که از مادر متولد شده. وقتی که خدای نخواسته گناه کردی، ببینید این داستان حضرت سلیمانه. یک لحظه، داستان حضرت سلیمانه. سلیمان حتما گناهی کرده علیه السلام. سوره صاد آیه 35 بیارید لطفا، که بعد از گناه میگه قال، گفت رب اغفر لی، خدایا منو ببخش. خب خدای تو رو ببخش، بخشید. نه، ولی سلیمان پیغمبری بود که میدونست که بعد از بخشیدن مثل این است که گناهی نکرده، بعدش یه چیز خیلی بزرگی از خدا میخواد. تو حالا گناه کردی میگه خدای منو ببخش، درجه خودتو بشناس. نه، حضرت سلیمان درجه خودش میشناسه که بعد از توبه بالاترین درجه است، بعد از استغفار. لذا بعدش چی میخواد؟ نگاه کنید، حضرت سلیمان میگه قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، به من یک پادشاهی بده که بعد از من به هیچ کس نداده باشی، به درستی که تو بخشنده و تو دهنده و وهاب هستی. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه گناه کرده استغفار ممنون، استغفار طلبیده، اینقدر به خودش مطمئن بوده که از خدا یک پادشاهی خواسته که به هیچ کس بعد از خودش بگفت به من، یعنی اینجور پادشاهی به من بده که بعد از من به هیچ کس نداده باشه. و میدونیم که پادشاهی از حضرت سلیمانو که بادم در اختیارش بود، خیلی چیزای دیگه، جنم بود، هیچ کس تا امروز نداره. خب این چرا؟ برای که حضرت سلیمان پیغمبر بود، میدونست که بعد از استغفار درجه انسان بالا میره، چون میدونه خدایی هست که میبخشه. خب حالا صحبت ما در مورد رمضانه. ما میخوایم ببینیم که رمضان چطور میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. داستان مردی یادم اومد، میگه که در راه میرفتم و باک بنزین خالی بود، اشاره نشون میداد که چیز خیلی کم مونده. خدا خدا میکردم که تو راه من جاده، میگه ناشنا بود پمپ بنزین بیاد، نیومد. به یک دوستم زنگ زدم که این راه رفتی آشنا هستی؟ گفت بله. میگه دیگه دل تو دلم نبود، هیچی در دنیا برام مهم نبود جز این کمی بنزین بزنم. شب ساعت 2 شب، میگه کمی جلوتر به رفیقم زنگ زدم، رفیقم گفت والا تون جاده‌ای که تو هستی خیلی دوره، میگه آسمون رو سرم خراب شد، خدای من چیکار کنم. رفتم دیگه چاره ندارم. حالا بازم نگاه میکنم که خدای این تموم نشه تا برسم به پمپ بنزین. از دور میگه یک نور دیدم سوسو، به نور که رسیدم دیدم که پمپ بنزین نیست، فکر کردم پمپ بنزین، یه رستوران کوچیکه محقر تو جاده دیگه.
این ور اون ور هیچ کس هم نیست. آخر یکی آدمی پیدا شد، گفتم فلان اینجا پمپ بنزین کجاست؟ گفت 3 کیلومتر جلوتر هستش. 3 کیلومتر جلوتر میگه دیگه. باز گفتم خدای کمک کن، 3 کیلومتر راهی نیست. این 3 کیلومتر هم این ماشین ما رو نگاه میکنه، باک خالی خالی، صفر نشون میده. ولی رسیدم میگه به پمپ بنزین. حالا میبینم که اینم یه چیز عجیب غریبی، یه چیزی ظاهرا یک نفر نشسته، خیلی محقر پمپ بنزین به اصطلاح رسمی نیست. میگه که فقط پرسیدم بنزین داری؟ گفت بله. اینقدر میگه خوشحال شدم و بنزین زدم. ماه رمضان مثل همین میمونه، انسان گناه میکنه 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 تا به ماه رمضان میرسه. اینجا پمپ بنزینه، شما میتونی بنزین بزنی. اولا روزه بگیری، گناهات بخشیده میشه، مثل که تازه متولد شدی. حدیثایی که داریم بارا براتون خوندم، من قام رمضان، من صام رمضان، ایمانا و احتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. روزه بگیری تمام گناهات بخشیده شد، مثل که تازه از مادر متولد شدی. نمیدونم نماز بخونی همینطور، سحری بلند میشی فرشته ها برات دعا میکنن، الله برات رحمت میشه، آمروز نمیشه. و وقت سحری و خودش خود وقت سحری یک وقت مبارک است که در اون وقت استغفار بکنی، خداوند گناه رو میبخشه. خلاصه در ماه رمضان ما فرصت زیاد داریم برای چی؟ و پیامبر ما فرمود خوش به حال کسی که، خوش به حال کسی که، خوش به حال کسی که در نامه اعمالش استغفار زیاد نوشته شده باشه. چون همش پاک شده میره، همش داره پاک میشه با استغفار. میگه خوشا به حالش، هر چی گناه کردی پاک میشه. ولی یک نکته رو توجه کنید که این خیلی مهمه. شما نگاه کنید در آخر شب، هر شب خداوند جل جلاله، گفتیم در سحری میتونی استغفار بطلبی، خداوند جل جلاله خودش به آسمان دنیا میاد، به کیفیت خودش نزول میکنه و ندا میده که کی از من عرضم به حضور شما حاجت میخواد تا من بهش بدم. اول اینجوری میگه کی از من، کی منو صدا میکنه تا بگم بله، کی از من حاجتی میخواد تا حاجتش بدم، آخر میگه کی از من استغفار میخواد تا استغفار تا ببخشمش. خب استغفار خواستنم یه جور حاجته، چرا استثناء کرده؟ از بس که امرش عظیمه، از بس که امرش بزرگه. چرا که غضب خدا رو دور میکنه، اصلا مانع قبول شدن دعاها یکیش همین است که انسان، الله به انسان غضب میکنه، استغفار پاکش میکنه. یعنی الله در شب میاد میگه که چی میخواید، ولی استغفار جدا میگه، میگه چی میخواید، باز میگه کی استغفار میخواد. یعنی از همه بهتر استغفاره. دلیل اینکه از همه بهتر استغفاره لیلة القدر، بهترین شب شب لیلة القدر. یعنی من نمیبینم چیزی از اون بهتر باشه، هزار برابر و بیشتر. نگفته بیشتر چند است، هزار ماه و بیشتر، 83 سال 84 سال و بیشتر. عمل تو ضرب میشه در اون، هر چی عمل انجام بدی. خب در این وقت دیگه آدم باید بهترین کار انجام بده دیگه، فرصت خیلی کمیه. بهترین کار چیه؟ حضرت عایشه، گفتم براتون، حضرت عایشه پرسید از پیامبر که خدا یا رسول الله، این شب اگه دیدم من این شب چیکار کنم؟ چی براش فرمودن؟ گفتن که استغفار بخوا، همون دعای مشهور اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نگفتی که چیزی دیگه بخوا، برای اینکه استغفار خواستی، چون خدا خودش رحیمه. چیزی که مانع میشه که رحمتش به ما برسه، چیزی که مانع میشه که رحمتش به ما برسه چی هستش؟ گناهان ماست. خود ما با گناهان خود رحمت خدا رو دور میکنیم. در حدیث است که بنده به خاطر گناهی که میکنه از رزق خودش محروم میشه. یعنی رزق دنبالت میدوه، روزی دنبالت میدوه، تو به خاطر گناه اون روزی ازت میره. استغفار کنی باز دنبالت میدوه. حضرت نوح به قومش میگه وقتی میگه استغفار کنید، میگه که یمدت کن به اموال ربنین، اگه استغفار کردید خدا به شما مال میده. از انسان، فتنه انسان از ماله، که مال نداشته باشه میبینی که نوکری تباقی تو میکنه، یه جانم فدای رهبر، در حال که جانش فدای پول رهبر است، فقط برای پول. خب استغفار خدا برات پول میده. یعنی حدیثا اینقدر زیاده، آیه اینقدر زیاده که هیچ استغفار منجر میشه به پول داری و خیر از این استغفار منجر میشه به راحتی روحی. انسان روحش راحت میشه و از بار گناه دوش آدم رو سنگین میکنه، بر پشت آدم و میفته. لذا استغفار برای همین است که در شب قدرم عرضم به حضور شما، خداوند جل جلاله به بنده میگه که استغفار کن. پیامبر ما فرمودن
و آیه در قرآن سوره انفال آیه 33 که به ما میگه که تا وقتی که شما استغفار میکنید عذاب خدا نمیاد. همین عذاب خدا نمیاد بس دیگه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. 33 از سوره انفال ببینید. الله میفرماد تا وقتی که استغفار میکنید سر شما من عذاب نمیارم. یعنی بیمه میشید دیگه. بیمه میشید. و شما میدونید در رمضان که روزه بگیرید تا سال بعد گناهان کوچیک معاف میشه، حدیثه. یا از سال قبل تا امسال بین دو رمضان گناه معاف میشه، از سال قبل تا امسال هر چی که گناه کردی با روزه ماه رمضان چی میشه. و غیر از این حدیث های زیادی داریم و پیامبر ما تعجب کردند از کسی که رمضان بیاد و بره آمرزیده نشه، از بس که مواقع آمرزش هست. هر لحظه انسان میتونه، چون ماهی هست عظیم، عمل درش عظیم است. زبان باز کن بگو خدای منو ببخش. در ماه رمضان این عمل عظیم میشه. شب قدر هم جلوتونه. هر شب فکر کنید شب قدر، به قول سعدی هر شب که آخر شب که دعا قبول میشه وقت سحری. لذا هر کس این فرصت رو بعد دست داد واقعا بدبخته. الله به شما توفیق بده. از خدا میخوایم که ما رو ببخشه و ما رو بیامرزه. رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. الله حافظ و نگهدارشون.